یکی از این قضایا قضیه به میدان رفتن قاسم ابن الحسن است که بسیار صحنه عجیب است. این قاسم ابن الحسن علیه السلام این یکی از جوانان کمسال دستگاه امام حسین است، یک نوجوانی که لم یبلغ الحلم، هنوز به حد بلوغ و تکلیف نرسیده بوده است. در شب عاشورا وقتی که امام حسین علیه السلام گفتند که این حادثه اتفاق خواهد افتاد و همه کشته خواهند شد، گفتند که شما بروید و اصحاب قبول نکردند که بروند، این نوجوان 13-14 ساله عرض کرد که عمو جان، آیا من هم به شهادت خواهم رسید در این میدان؟ امام حسین خواستن این نوجوان رو آزمایش کنه، گفتن که عزیزم، به تعبیر ما کشته شدن در زائقه چگونه است؟ گفت احلا من العسل، از عسل شیرین تر است. روز عاشورا که شد، این نوجوان آمد پیش براد، پیش عمو. اینجا اینجور ذکر میکند، میگه که قال الراوی و خرج غلامون، میگه همینطور که نگاه میکردیم راوی هایی بودن اونجا که ماجراها رو مینوشتند و ثبت میکردند، چند نفرن که از قول اونها نقل میشود قضایا، از قول یکی از اونها نقل میکنه، میگه همینطور که نگاه میکردیم ناگهان دیدیم از طرف خیمه های ابی عبدالله یک پسر نوجوانی آمد بیرون، خرج غلامون کأن وجهه شقة قمر، چهرهش مثل پاره ماه می درخشید، زیبا. فجعل یقاتل، آمد مشغول جنگیدن شد. فضربه ابن فضیل الاسدی على رأسه ففلقه، فرق این جوان را شکافت. فوقع الغلام لوجهه، پسرک با صورت روی زمین افتاد. و صاح یا عمه، فریادش بلند شد که عمو جان. فجل الحسین علیه السلام کما یجل الصقر، دقت کنید به این خصوصیات و زیبایی های تعبیر، میگه ناگهان صقر یعنی باز شکاری، میگه حسین علیه السلام مثل باز شکاری خودش رو رسوند بالای سر این نوجوان. ثم شد شدت لیث اغذب، شده به معنای حمله کردنه، شده یا شدو به معنای حمله کردن است، حمله کرد مثل شیر خشمگین. فضرب ابن فضیل به سیف، اول که اون قاتل رو با یک شمشیر زد و انداخت زمین. اونها آمدن تا این قاتل رو نجات بدن، حضرت حمله کرد به همه اونها، جنگ عظیمی در همون دوربر بدن قاسم ابن الحسن به راه افتاد. آمدن جنگیدن تا حضرت اینها رو پس کرد، گرد و غبار بلند شد، تمام محبته رو گرد و غبار میدان گرفت. بعد میگه قال، راوی میگوید منجلت القبره، بعد از لحظاتی گرد و غبار فرو نشست. این منظره رو که تصویر میکنه قلب انسان رو خیلی میسوزانه. فرعیت الحسین علیه السلام، میگه من نگاه کردم حسین ابن علی علیه السلام رو اونجا دیدم، قائما على رأس الغلام، بالای سر این نوجوان ایستاده از امام حسین داره نگاه میکنه با حسرت به او. و هو یفحص برجلیه، اون نوجوان هم با پاهاش داره زمین رو میشکافه، پا رو در حال جان دادنه و داره پا رو تکان میده. بل حسین علیه السلام یقول بعدا لقوم قتلوک، دور باشند از رحمت خدا اون کسانی که تو رو به قتل رسوندن. اینجا مرکز مقاومت هست.